سسونی تندروی عضو داعش که به جرم انداختن بمب به سوی مسجد امام علی علیه السلام در شهر ملبورن در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند با اتهام تروریستی روبرو هستند. طی جلسات دادگاه عبدالله چرانی، حاتم مخیبر دو متهم این پرونده به جرم شرکت در اقدام تروریستی در دسامبر 2016 علیه مسجد امام علی علیه السلام متعلق به شیعیان در محله فاوکنر در شهر ملبورن محاکمه شدند. احمد محمد و عبدالله چرانی به جرم تلاش برای اقدام تروریستی پس از اینکه یک ماه پیش حمله نافرجامی به مسجد داشتند متهم گردیدند. این دو نفر پیشتر به خاطر نقششان در طرح حمله تروریستی در روز کریسمس 2016 و هدف قرار دادن میدان فدراسیون ملبورن، کلیسای سنت پاول و ایستگاه خیابان فلیندرز نیز محکوم شده بودند. این افراد ماه گذشته در جلسه دادگاه از جرایمشان علیه شیعیان و عضویت در داعش ابراز پشیمانی کرده بودند. اما اندرو تاینی قاضی دادگاه این ابراز پشیمانی را نیز مردود دانست. در جلسه دادگاه دو متهم بمب‌گذاری علیه مسجد را انکار کردند، در حالی که فرد سوم به انجام این عمل اعتراف کرد.